سلام، به تماشا خوش اومدین. من مینا جوشغانی هستم. برنامه این هفته ای تماشا به یک عکاس تاثیرگذار و پرکار ایرانی اختصاص داره که حتی اگر او رو به نام نشناسین، کارهای او رو حتما دیدین. مریم زندی در سال 1325 در گرگان به دنیا آمد. او عکاسی رو در جوانی شروع کرد و خیلی زود به یکی از عکاسان برجسته ایران تبدیل شد. از مهمترین کارهای مریم زندی میشه به عکس‌های او از انقلاب ایران و رخدادهای سال 57 و 58 اشاره کرد. یکی از دیگر پروژه‌های مهم او مجموعه چهره هاست. پورتره‌هایی از هنرمندان ایرانی که طی 35 سال گرفته شده. تماشا این هفته با مریم زندی دیدار و گفتگو کرده. من در واقع باید بگم عکاسی رو با طبیعت شروع کردم. اولین عکسی که گرفتم یادمه یه گل هندونه است توی زمینه قهوه‌ای تیره زمین، یه ساقه باری که سبز که آمده، یه دونه گل زرد بهشه. این اولین اسلایدی که من گرفتم این بود. من سال سوم دانشکده بودم که صاحب دوربین عکاسی شدم، یه ریکوی تک لنزی نادر برام هدیه خرید. البته در واقع اصلا نمیدونم چی شد که اینو من خواستم اون خرید، یا اصلا چی شد که صاحب این دوربین شدم. نادر که به هر حال میدونین از من 12 سال بزرگتر بود. ما از پدر جداییم ولی مادرمون یکی بود. من و نادر خیلی به هم نزدیک بودیم. نادر تهران بود، ما گرگان بودیم. در واقع نادر مثل یک برادر بزرگتری که وظیفش میدونست که رو خواهر کوچیکترش کار بکنه و اونو تو همه چی، مثلا ادبیات، سینما، سیاست، اینا آشنا کنه و برای خیلی به هم نزدیک بودیم. و خب تا سالهای زیادی من مشورت هامو با نادر میکردم و دانشکده که میخواستم برم خب با نادر فکر کردیم چه رشته‌ای برم و اینا، که بالاخره رفتم حقوق سیاسی. چهار ساله که دانشکده میرفتم در واقع من تمام بیشتر وقتم تو کوه میگذشت. خیلی کم تو دانشکده بودم، همش با بچه های کوه بودم و سفر و کوهنوردی و بیشتر قله های ایران رو رفتم، قارا رو رفتم، دیواره های خوب ایران رو صعود کردم، دیواره علمکوه رو صعود کردم که به هر حال میدونین یکی از 5 دیواره مهم دنیاست. اون 4 سال کوهنوردی من دوربین نداشتم و بعداً تا دیگه من صاحب دوربین شدم و کم کم شروع کردم به عکاسی. چیزی هم بلد نبودم، چیزی هم نخونده بودم. من چون اون موقع عضو انجمن حمایت از حیوانات بودم، مجله در می آورد حمایت از حیوانات، گفتن که یک تو گرگان یک آقایی هست سگای ولگرد و اینا رو جمع کرده و بهشون غذا میده، خودش هم ولی فقیره، از این شما یه رپورتاج تهیه کنین. اون موقع وزارت فرهنگ و هنر یه مسابقه عکاسی گذاشته بود که همه شرکت کرده بودن. آها، اینه، این بود عکسی که 25 پهلوی طلا جایزه برد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت و شاید باعث شد که ما عکاس بشیم.
همزمان تلویزیون یه مسابقه هایی داشت هر سه ماه یه بار که من دو دفعه شرکت کردم و برنده شدم و دفعه سوم گفتن نمیشه که این خانم برنده بشه. همزمان دیگه من فکر کردم که خب تقاضا بدم بگم من میخوام عکاس تلویزیون بشم. یه نامه نوشتم برای آقای قطبی و گفتم من مطالعاتی دارم و جایزه هایی گرفتم و اینا و میخوام. آقای قطبی هم موافقت کرد. تازه اونجا در واقع تو لابراتوار تلویزیون چاپ و اینا رو شروع کردم یاد گرفتن و خب شروع تجربه های عکاسیم بود دیگه. و بعدم که دیگه مجله تماشا را افتاد و من از قسمت فیلم رفتم روابط عمومی برای تماشا عکاسی میکردم دیگه. اوایل نادر یه دفتری داشت که دفتر ایران شناسی بود، بخش عکاسیشو من اداره میکردم. گروه هایی داشتیم که به هر حال میفرستادیم همه سراسر ایران و خب من سرپرستی میکردم و خودم هم میرفتم برای عکاسی. آرشیو خیلی خوبی درست کرده بودیم. به هر حال ما با هم خیلی کار کردیم. آتش بدون دود و من عکاسیشو میکردم و بعد خب تو فیلم بازی کردم، عکاسی سریالو کردم. شنیدم تو به همین خوبی که اسب میتازی تیرم میندازی، اما در این چند ساله که زن من هستی ندیدم که دست به تفنگ ببری. این درسته که تو تیرانداز خیلی ماهری هستی؟ 5 ساله که تفنگ دست نگرفتم. با وجود این بدم نمیاد با تو مسابقه ای بدم. اولین نمایشگاه من سال 52 در تالار قندریز گذاشتم. یه تعداد عکسای مثلا حالا خوبی بود که گرفته بودم گذاشته بودم، من جمله پورتری خودم بود. همین پورتری که اینجا هستش، همین این حالا روش نقاشی شده. البته نمایشگاه دومم باز تالار قندریز بود سال بعدش 53. کارای رنگی بود که تجربه و بازی با زوم بود و عکسای تو بازی آسیایی از آتش بازی ها و اینا کارای کرده بودم و عکاسی کرده بودم، اینا بودش. من اولین بار که با پدیده‌ای که بعداً شد انقلاب در واقع روبرو شدم، یه روز تو خیابونه که اون موقع اسمش آریامهر بود، الان شده فاطمی، یه دفعه دیدم یه عده یا عده آدم کم، مثلا 10-15 نفر هی میگن مرگ بر شاه مرگ بر شاه، و فرار میکنن میدونم میرن پشت ماشینا قایم میشن. خب من معمولا دوربین همراهم بود، ولی اون روز که اولین تظاهرات دیدم همراهم نبود. و یه روز دیگه دیدم یه گروه بیشتری باز دارن مرگ بر شاه میگن و اینا. اولین عکس کتاب انقلاب 57 هم هست که اون آقایی که جوونی نشسته رو دوش یکی و داره شعار میده اینا. و دیگه از اون به بعد خب هی این درگیری ها و شلوغی ها داشت بیشتر می شد. من دوربینم همیشه همراهم بود تا کم کم که خب جدی تر شد دیگه. اعتصابا بود، تعطیلیا بود. خیلی جذاب بود عکسای جمعیت و اون جمعیت‌های خیلی واقعا زیاد تو عکسا، مخصوصا که تو آنالوگ تا دونه ریز ریز آخرشون هم در می آمد. خیلی جمعیت و عکساش جذاب بود. یک مقداری به خاطر دوربینم خیلی جاها رفتم، یعنی دوربینم منو برد. شاید اگه به عشق عکاسی و دوربین نبود نمیرفتم. البته خب بله بچه کوچیک داشتم و تو همون بزرگترین و شلوغترین تظاهرات هم بود اون عاشورا تاسوعای سال 57. من بچه‌مو بغل کردم بردم دیگه. Thank you.
اون شاید روزی که آقای خمینی رو قرار بود برم عکس بگیرم و تو مدرسه رپا میخواستم برم، شاید روزی بود که بیشتر هیجان داشتم و نمیدونستم حالا چه اتفاقی میفته. که حالا اون روزی هم که من رفتم اتفاقا روزی بود که مال مردا بود، خانوما رو راه نمیدادن، که یه آقای خیلی کچلواری کرواتی خوشتیپ پشت در وایستاده بود، گفت آقا خانم امروز مال آقا هاست دیگه. هی من اصرار اینا برد منو گذاشت روبروی اون پنجره‌ای که آقای خمینی میامد بیرون. آقای فروهر شده بود وزیر کار توی دولت انقلابی و دولت اعلام کرد که میخوایم شهر رو پاکسازی کنیم و همه چیزایی که به در دیوار چسبوندن و نوشتن و اینا پاک بشه. بعد اومدم تو شهر از پاک کردن دیوارا و اینا که همه داشتن واقعا پاک میکردن و تمیز میکردن و خیلی هنوز شوق و ذوق زیادی بود. آقای طالقانی فوت کرد، خیلی ناگهانی بود و خب آقای طالقانی از کسانی بود که مورد علاقه همه بود. رفتم خودم رسوندم به در خونهشون و هم از خانومشون عکس گرفتم و هم از فضای خونه و اونجایی که آقای طالقانی میشست و تظاهرات زنانم یکیش 17 اسفند بود. اون رفتم یه دور، باز یکی دو بار دیگه رفتم، ولی همش چیزایی بود که خبردار می شدم که زنا تظاهرات دارم و می رفتم. و یکیش که توی خیابون، اگه اشتباه نکنم، تخت طاووس شاید اونجا بود، که تو سال 58 بود که زنا برای حجاب تظاهرات کرده بودن، که من رفتم عکاسی کنم، که همونو بهانه کردم، به من گفتن شرکت کردی تو این تظاهرات، که خب من همه جا میرفتم برای عکاسی و اینا. حالا به بهانه اون برحال از تلویزیون بیرونم کردن که دیگه مسائل بعدی پیش آمد. و انقلاب 57 در واقع از نظر من کتاب خیلی شیرینیه، یعنی پر از امید، پر از هیجان و من خیلی دوستش دارم. اما کتاب حکومت 58 که تمام اون زد و خوردا و حذفا و دیگه دستبندی ها و اینا داره شروع میشه، به نظر میاد که در واقع اون هیجان و شادی و امید سال 57 تبدیل میشه به یک ناامیدی و کسالتی که از این حذف شدنا و انحصار طلبی ها پیش میاد، که آینده در واقع ناخوشایندی رو برامون تصویر میکنه. اوایل 59 تو خیابون دوربینم رو نمیتونستم دست بگیرم، میزدن، میگرفتن، میگفتن چرا عکس میگیری، برای چه عکس میگیری، و همون باعث شد که من اصلا عکاسی تو خیابون رو دیگه بذارم کنار و رفتم تو فضای بسته کار چهره ها رو دنبال کردم. با فکر ساختن یک آرشیو از بزرگانمون، که خب عکس خوب واقعا وجود نداشت و همین عکس های 6x4 و اینا بود. هیچ الگویی نداشتم از قبل که بدونم که چیکار باید بکنم یا چیکار دارم میکنم. همینجوری تصمیم گرفتم برم با دوربین 35 و کار کنم. Thank you.
خب اول بیام پراکنده کار نکنم، اول روی ادبیات منسجم بشم. خب نویسنده ها اولا کلن لاقل اون موقع مطرح تر بودن و بعضیشون شناخته شده تر بودن. من خودم خب کتاب خونده بودم، اینا برام یه خود جذاب تر بود و نادرم که خب باهاشون یه با بعضیاشون یه ارتباطاتی داشت دیگه. مثلا پیش غلام حسین ساعدی با نادر با هم رفتیم که بعد من با غلام حسین ساعدی رفتم پیش شاملو. بالاخره کتاب در اومد، کتاب در اومد، خب خیلی مورد استقبال قرار گرفت و دو سه ماهه تقریبا کتاب تموم شد و در واقع منم با کتاب اول مشهور شدم. حالا دیگه تا برسیم به کتابای بعدی. بلا فاصله یعنی 72 که کتاب جلد اول ادبیات در آمد، 73 من جلد دومو در آوردم، نقاشان معاصر. یعنی در طول این کارا نقاشارم کار کردم، نقاشان معاصر ایران که خب اون فضاش هم فرق میکرد و خیلی فضای پویای خوبی داشت. خودم خیلی دوست دارم اون کتابو. من اصلا زیاد موافق نیستم که با یک عکس یا یک پورتره میشه یکی رو شناسوند یا فهمید. خیلی از اینا رو مثلا ندیده بودم، از حتی عکسشون هم ندیده بودم، نمیشناختم اصلا، یا حتی چیزی هم ازشون نخونده بودم. و بعدم به تجربه دریافتم که آدمایی رو که از قبل نسبت بهشون پیش آگاهی ندارم، عکساشون بهتر میشه. پنج تا مجموعه عکاسی کردم، یعنی پورتره ها رو از هنرمندای معاصر ایران، که سه تاش به اصطلاح پورتره، حالا اسمش محیطیه، پورتره محیطی، یعنی من رفتم خونه هاشون یا آتلیه هاشون عکاسی میکردم و دو تاشو به دلیل نوع عکاسی که میخواستم بکنم و فکری که داشتم برای اون کار تو آتلیه عکاسی کردم. کتاب هنرمندان سینما و هنرمندان موسیقی معاصر رو تو آتلیه عکاسی کردم به خاطر فکری که داشتم و میخواستم اونو اجرا بکنم. همیشه بودم من عکاسم، من عکاس پورتره نیستم، من تو هر زمینه که بتونم عکس میگیرم و هیچ وقتم فکر نکردم که لازمه خودم رو در یک ژانری مثلا محدود کنم یا همش به اون بپردازم، چون من اصلا به عکاس پورتره بیشتر میشناسن، در حالی که من اصلا دوست ندارم بکنم عکاس پورتره. من عکاسم، من تو هر زمینه که بتونم عکاسی میکنم. من واقعا با تقویمان فکر میکنم عکس رو و عکاسی رو به خونه های مردم بردم و توده مردم رو با
عکاسی بهتر و عکس آشنا کردم. تقویم ها چیزی بود که من با نگاه به مخاطبم و با فکر اینکه چی کار دارم میکنم و چه کسانی این تصاویر رو میبینن و چه تأثیری میتونه بذاره عکاسی میکردم. یه بخش مهمی از کار من بوده تقویم ها. توده مردم به خاطر تقویم ها بیشتر منو میشناسن. در واقع باید بگم عکاسی رو با طبیعت شروع کردم و من همیشه عکاسی طبیعت رو لابلای کارام داشتم، چون من سفر مرتب میرفتم و تو سفرم خب عکاسی از طبیعت خب مرتب میکردم. حالا شاید سعی کردم مثل طبیعت زیبا نباشه، توش یه چیزایی رو، یک فرمایی رو کشف بکنم. سعی کردم به طبیعت یه خورده شاید ابستره‌تر و یه کمی در این حال شاعرانه‌تر نگاه بکنم. در واقع فرم نمیخوام بسازم، من دوست دارم فرما رو کشف بکنم، اون چیزی که وجود داره فرم ببینم، جور دیگه ببینمش تو همه چی، چه طبیعت و چه چیزای دیگه. فرض کنیم مثل همین تابلوی پشت سرم که یه مجموعه تو صحافی گرفتم و کتاب ها هستن. من برای کار تقویمام رفته بودم صحافی، یه دفعه اینا رو دیدم برق پروندم. دوربینم همراهم نبود که به اون آقای مسئولش گفتم میشه من فردا بیام چند تا عکس بگیرم. همش نگران بودم تا من برگردم، چون داشتن کار میکردن دیگه، اونا رو برداشته باشن. بعد دیدم نبر نداشتن. کلاغ اصولا تو همه عکاسا نقاشا اینا خیلی بهش میپردازم و مورد علاقه شونه. منم خیلی سالها به فکر کلاغ بودم و کلاغه همجور رو سرم نشسته بود. در زمانهای مختلف عکاسی میکردم، یه مقدار مثلا از کلاغامو هند گرفتم، یه مقدارشون هم سریلانکا گرفتم، یه مقدارش اینجا قزوین گرفتم. و منتها چون رو کلاغ خیلی کار شده بود، من دلم میخواست کلاغا رو در یک فضایی یا یه جوری در بیارم که خود متفاوت باشه. در واقع اون کاری که عاشقش بودم انجام دادم و جنگیدم، البته جنگیدم، و شاید بخشی از انرژی من برای جنگیدن این که بتونم کارمو بکنم اذیتم کردن، خیلی اذیتم کردن. اما اینا واقعا الان من هیچ چیز یادم نیست. کارمو کردم، اون کارهایی که دوست داشتم کردم، این مهمه. و شاید اگه جنگی بوده برنده این جنگ من بودم. به هر حال زنها همیشه برای اینکه بتونن کار بکنن و بتونن یک موقعیت اجتماعی داشته باشن جنگیدن و باید بجنگن. شاید تو همه دنیا اینجوری باشه، ولی خب تو مملکت ما خیلی بیشتر، به دلیل اینکه قانون ازشون پشتیبانی نمی‌کنه و عرف، سنت، اون روحیه پدر سالار و مرد سالاری که وجود داره، همه اینا به هر حال باعث میشه که یک زنی در جامعه ما اگر بخواد کار بکنه، شخصیت اجتماعی داشته باشه و به جایی برسه، بسیار باید بجنگه. این بخشی از اون مبارزه همیشگیه که شاید 100 سال زنا دارن میکنن و همینطور این منتهی جلو رفته، جلو رفته و پیشرفت کرده و الان به اینجا رسیده که الان زنها هستن که در واقع میدوندار هستن، به دلیل همه اون فشارهایی که همیشه روشون بوده. و هر قدر این فشار بیشتر باشه، درست همون عین فنر، این در واقع انفجار زنها بیشتر خواهد شد. و من امیدوارم که به هر حال یک روزی دیگه این حرفا رو نزنیم. واقعا انقدر وضعمون
از همه نظر و به خصوص و از فشاری که رو زنها هست انقدر نباشه و ما هممون همون یه زندگی معمولی داشته باشیم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن آب سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.